محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز چهارشنبه با یواخم گاوک رئیس جمهور، انگلا مرکل صدر اعظم و والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان به طور جداگانه در شهر برلین دیدار کرد. در این دیدارها هر دو جانب در مورد گسترش روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اشتغال زایی، جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی و از سایر موضوعات مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند. صدر اعظم آلمان در ضیافت چاشت که به افتخار رئیس جمهور و هیئت امراهش ترتیب گردیده بود، به تعهد کشورش به همکاری‌های درازمدت برای صلح، ثبات و انکشاف افغانستان با رئیس جمهور غنی اطمینان داد. صدر اعظم آلمان گفت که تصمیم خروج پیش از وقت نیروهای همکار بین المللی به شمول نیروهای آلمان از افغانستان تنها دشمنان افغانستان را کمک خواهد کرد. به همین دلیل وی از اجماع به وجود آمده در مورد پیشنهاد دولت افغانستان مبنی بر تداوم همکاری های نظامی و حضور نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان میان کشورهای عضو ناتو ابراز خرسندی نموده، گفت که حکومتش تصمیم گرفته است تا شمار نیروهای آن کشور را در افغانستان که غرض آموزش نیروهای افغان فعالیت می نمایند به 980 تن افزایش دهد که این ماموریت همچنان بعد از سال 2016 میلادی ادامه خواهد یافت. خانم مرکل همچنان به رئیس جمهور کشور اطمینان داد که به تقاضای دولت افغانستان مبنی بر تداوم کمک‌های انکشافی آلمان بعد از سال 2016 میلادی توجه جدی شده است. وزیر انکشاف آلمان در این مجلس تذکر داد که این کمک ها در حدود نزدیک به 500 میلیون الا سال 2020 به افغانستان ادامه خواهد یافت، که چگونگی حفظ این سطح وابسته به تداوم اصلاحات در حکومتداری و کاهش مهاجرت افغان ها به آلمان می باشد. رئیس جمهور غنی ضمن ابراز قدردانی از کمک های سخاوتمندانه کشور و مردم آلمان در طول مدت 14 سال گذشته و به صورت خاص دادن پاسخ مثبت به درخواست دولت افغانستان برای تامین این کمک‌های انکشافی الا سال 2020 میلادی از صدر اعظم آلمان سپاسگزاری کرد. و همچنان از تصمیم دولت آلمان برای افزایش نیروهای آموزشی آن کشور به افغانستان ستایش کرد و از آنها خواست تا در زمینه تقویت فرقه 209 در کندز، انتقال دانش و مهارت در ایجاد یک کندک با ظرفیت عملیات‌های خاص در کوهستانات نیز همکاری نماید. با همین ترتیب رئیس جمهور خواهان همکاری آلمان به بخش‌های انجینری اردوی ملی به منظور ایجاد تأسیسات نظامی با کیفیت و انجام کنترل کیفیت کار ساختمانی در نهادهای امنیتی و دفاعی به معیارهای بلند گردید. انگلا مرکل وعده نمود تا در خصوص تقاضاها و تحقق آن وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات تعقیبی را انجام خواهند داد. رئیس جمهور گفت که ثبات در افغانستان نیاز به کمک‌های دوامدار دارد و صدر اعظم آلمان به خاطر تشویق اعضای ناتو و ایجاد اجماع در مورد تداوم حضور و کمک به افغانستان، در حالی که مشکلات جهان مخصوصا مناطق آسیب دیده افزایش یافته و می توانست توجه نسبت به افغانستان را به حد اقل رساند، تشکری کرد. صدر اعظم آلمان و وزیر داخله آن کشور ابراز داشتند که افزایش بی سابقه و غیر قابل توقع مهاجرین از افغانستان به آلمان در این سال به یکی از مسائل عمده بحث و چالش مردم، پارلمان و حکومت آلمان مبدل شده است. و افزود که تداوم حضور مهاجران که واجد شرایط نیستند و به صورت غیر قانونی وارد آلمان می شوند می تواند تأثیر منفی بالای روابط دو کشور و کمک های آلمان به افغانستان بگذارد. رئیس جمهور در ارتباط با مهاجرین گفت که آمدن جوانان افغان به اروپا عوامل متعدد دارد که به آن باید به صورت ریشه‌ای پرداخته شود. رئیس جمهور اظهار داشت که از هر 10 مهاجر که راهی اروپا می شوند، حداقل 6 نفر آنها تمام است و بود خود را از دست می دهند و از بدترین وضعیت خود را با اروپا با امید یک زندگی بهتر می رسانند. آنها اکثرا از این که آن زندگی بهتر به آسانی قابل دسترسی نیست بی خبرند و باید با مشقات که می کشند و هزینه هایی را که در این را می پردازند توجه شود. و بدین لحاظ باید انگیزه ها و شرایط لازم را برای حضورشان در خود افغانستان به عوض مهاجرت ایجاد نمود. رئیس جمهور گفت که دولت افغانستان در مورد آن عده مهاجرینی که پاسخ مثبت دریافت نمی کنند، مطابق توافقاتی که در سالهای قبل توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان صورت گرفته بود، عمل خواهد کرد. بر علاوه رئیس جمهور غنی تاکید کرد که گروه‌های جرمی در تبانی و همکاری با قاچاقبران مواد مخدر و تروریستان از قاچاق انسان و انتقال افراد به عنوان مهاجر به حیث یک منبع جدید درآمد استفاده می‌کنند که اکثر مردم را به دلیل وعده‌های نادرست دچار مشکلات گسترده می‌نمایند.
در این دیدار صدر اعظم آلمان از طرح دولت افغانستان برای ایجاد اشتغالزایی، یعنی اشتغالزایی برای سال که شامل آموزش‌های حرفه‌ای، برنامه‌های ایجاد کار برای آنهایی که این آموزش‌ها را فرا می‌گیرند و تهیه مسکن ارزان می‌باشد، حمایت کرد. رئیس جمهور غنی از صدر اعظم آلمان خواست تا سکتور خصوصی آن کشور را به خاطر سرمایه‌گذاری در افغانستان مورد تشویق قرار دهد و تأکید کرد که برای فراهم آوری مسئولیت به سرمایه‌گذاران نیاز به تضمین‌های مالی سرمایه‌گذاری از طریق مکانیزم خاص می‌باشد. همچنان محمد اشرف غنی از جانب آلمانی خواست که به منظور ایجاد کار تاجران آن کشور را ترغیب نماید تا زمینه واردات کالاها و سایر محصولات افغانستان را به بازارهای اروپایی مساعد سازند. رئیس جمهور به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از پاسپورت‌های افغانستان و بالا بردن اعتبار آن از آلمان خواست تا در زمینه تأمین خصوصیات ایمنی و مسئولیت بیشتر این پاسپورت‌ها از طریق کمک‌های تکنیکی مدرن با افغانستان همکاری نماید که وزیر داخله این کشور به صورت بخشیدن کمک در این عرصه وعده نمود. دو طرف در مورد تداوم همکاری در زمینه آموزش پلیس ملی افغانستان و امکان گسترش آن در بخش‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مخصوصاً قاچاق انسان موافقت کردند. جانب آلمان افزایش شفافیت و مدیریت مالی افغانستان را در طی سال گذشته مورد ستایش قرار داد. بر علاوه آنها از موافقت افغانستان در تامین شرایط ویژه ریاضتکشی مالی که از جانب صندوق وجعی بین المللی و بانک جهانی برای بهبود نظام مالی و اقتصادی کشور و اعاده اعتبار تمویل کنندگان بین المللی ابراز خرسندی نموده و جانب افغانی مبارک باد گفته ابراز داشتند که این موضوع ما را ترغیب میکند تا در پروسه بازسازی افغانستان سهیم بمانیم. در این دیدار اردو جانب در مورد پروسه صلح و همکاری‌های منطقه‌ای در تأمین ثبات افغانستان نیز صحبت نمودند. صدر اعظم آلمان از تلاش‌های دولت افغانستان برای تأمین صلح با عزت که بر اساس خواست و آرزوهای مردم افغانستان استوار باشد، حمایت خود را اعلام کرد. رئیس جمهور کشور با تأکید به این اصل که حدود اقدامات دولت افغانستان را در بحث صلح قانون اساسی افغانستان، مخصوصاً فصل اول و دوم این قانون که غیر قابل سازش و عقب‌گرد است، تعیین می‌کند. و تأکید نمود که پروسه صلح افغانستان باید با درک سه عنصر اصلی مورد ارزیابی قرار گیرد. اول، صلح میان افغانستان و پاکستان، این که افغانستان از یک جنگ اعلام نشده علیه خود طی سالیان متمادی صدمه دیده است. گام نخست این است که پاکستان به این وضعیت نقطه پایان بگذارد. دوم، مشکل طالبان است که فعلا دارای رهبری متعدد می باشند و با گروه های مختلفشان برخورد متفاوت متناسب به میزان علاقمندیشان به گذاشتن سلاح و پیوستن به پروسه صلح آمیز اقدام شود. و سوم، معضله تروریسم بین المللی است که حداقل به یک همکاری میان مدت در بین کشورها نیازمند است. در این اثر رئیس جمهور تاکید کرد که تشریک مؤثر و سریع اطلاعات و تداوم فعالیت های مشترک مبارزه با تروریسم از ضروریات موفقیت این مبارزه می باشد. محمد اشرف غنی گفت که در ملاقاتی که بنابر درخواست پاکستان در پاریس با صدر اعظم آن کشور انجام شد، افغانستان با وضاحت با آنها ابراز داشت که در سال گذشته که آنها همکاری لازم را در زمینه تامین صلح و تقاضای دولت افغانستان انجام ندادند، فرصت‌های خوبی که برای صلح مساعد گردیده بود به هدر رفت. در اخیر این دیدارها طرفین موافقت کردند که به طور منظم هر سه ماه یک بار از طریق ویدیو کنفرانس در مورد مسائل امنیتی و انکشافی افغانستان صحبت کنند. همچنان به روز چهارشنبه رئیس جمهور کشور و صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند. در این کنفرانس صدر اعظم آلمان ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور کشور و تبریکی صدمین سالگرد تأسیس روابط سیاسی میان دو کشور گفت که افغانستان در مسیر درست در حرکت است و با رئیس جمهور غنی روی تسریع پروسه صلح، مبارزه مشترک با تروریسم و تبادله اطلاعات استخباراتی صحبت کردیم. وی گفت که کمک‌های آلمان فراتر از سال 2016 میلادی به افغانستان ادامه خواهد داشت و تمرکز بیشتر روی آموزش‌های حرفه‌ای، تقویت نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی و مسائل مهاجرین خواهد بود. در مقابل رئیس جمهور غنی طی صحبت از رهبری انگلا مرکل و تلاش‌های وی به خاطر تداوم کمک‌های آن کشور در چوکات ماموریت قاطع تشکری کرد و افزود که تراژدی افغانستان این است که با وجودی که ما صاحب یک کشور غنی هستیم، مردم ما از فقر رنج میبرند. رئیس جمهور از کمک‌های آلمان در عرصه‌های مختلف تشکری کرد و گفت که تعهدات شما پیام خوبی را به مردم افغانستان، به خصوص مردم ولایت کندز می‌دهد و این موضوع نمایانگر آن است که ما حمایت دوامدار آلمان را با خود داریم.
رئیس جمهور ضمن تبریکی 100 سالگرد تأسیس روابط سیاسی میان دو کشور گفت که آلمان از آغاز دهه 90 در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بشری با ما کمک کرده است و آموزش دکتران و انجینران افغان یکی از مثال‌های خوب کمک‌های این کشور به افغانستان می‌باشد. سپس رئیس جمهور غنی و صدر اعظم آلمان به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. رئیس جمهور در پاسخ سوال در مورد مهاجرین گفت که کمک آلمان به خاطر ثبات افغانستان و 30 میلیون ساکنان این سرزمین می باشد و تاکید نمود که در مورد مهاجرین هر دو طرف مطابق الزامات قانونی و توافقات دو دولت در این خصوص که قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته بود عمل می نمایند. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 100 سالگرد تأسیس روابط سیاسی افغانستان و آلمان که در موزیم تاریخی شهر برلین برگزار گردیده بود و در آن والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آن کشور نیز حضور داشت اشتراک کرد. مراسم مذکور با برنامه فرهنگی همراه بود و در آن اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با اجرای ترانه‌ها موسیقی سنتی و میهنی افغانستان را به مردم آلمان معرفی کردند.